ملكردني هما إعدام نارزاتي خوي لا همبر إعدام مكان يورو دار دبري آقا داد چرا اینجا جمع شدین؟ در اعتراض به اعدام بچه های ایران فرزاد کمانگر شیرین و سه تن دیگر که امروز مظلومانه اعدام شدن به خاطر عقیده شدن جمع شدیم تا به اعدام اعتراض کنیم برای اینکه منتظر دستورن سر و صدا نکنیم اینجا در سودی بشینیم اینا نیروشون رو اضافه کنن بعد برای ما یه کولوار باز کنن که ما بریم برای رادیو صدا شیشه بشن هنک محمد رضا شاهی گزارشگر صدای آمریکا در پاریس کماکان مشغول تهیه یک گزارش مفصل برای صدای آمریکا. هزکانی پولیس لا راستی دا خو پیشاندران یان گمارو داوا و بلا برچاو گرتنی اوی که هست بوده کن ریجی بشتربوانی ریپیوانی او رو لبردن بالویس خانه کمار اسلامی ایران لپاریس گلک زورا حول دادن که لناوندی سر و تری خواهن بریار ور بگرن با اوی بزانن که چه خلصو کوتیک لهم برخو پیشاندرانی او رو بگرنه بر چند لحظه سکوت کنیم این آقای خبرنگاری که میخواه هستم میخوام زدیاشون رو بسر که بکنم راحت ظاهرن سر صدای ما باعث میشه که اینجی نتوید خبر رو به ایران برسن خواهش بگم چند لحظه سکوت نمیذاره پلیس نمیذاره برونگا مال خبریه ساعت از من پیشنهاد میکنم با قوت از اینجا بریم اونها آدم جمع کنن ما رو را کنن به چه دلیم ما از اینجا با شعار مرد بر جمهوری اسلامی همینجا هستیم ما نمیخواییم بریم دوستان یه دقیقه خانشاندران حول دادن که سه خلق بیدنجی با رزگرتن لجیانی اعدام کراوکان یا را راب گینن یا شد سکوت خیلی کنن اون یکی شماره رو بگیری باتری داره تموم میشه باش اون یکی رو بگیری نه باتری ندارم بگیرین اون یکی رو هم بگیرین
شما در برابر درباره امروز اجازه بدید من سکوت کرده باشم و تظاهر کنندگان صحبت کرده باشم، اما طنز تلخ حادثه این که امروز آقای احمدی نژاد بزرگترین کارخانه اتومبیل سازی رو در کاشان افتتاح کرد و کسی اینجا به من گفت آرزو کنیم که اتومبیل ها رو تیربارون اعدام نکنند. خانم بفرمایید اینجا برای چیست؟ من امروز صبح ساعت 8 صبح از طریق اینترنت متوجه این جنایت شدم و ساعت 12 از طریق کمیته متوجه شدم که تظاهراتی و وظیفه خودم دونستم که حتما به عنوان یک ایرانی بیام و به این اعدام هایی که تو ایران داره میشه اعتراض کنم از طرف خودم و از طرف تمام کسایی که تو ایران متاسفانه نمیتونن این کارو بکنن. من فکر میکنم ما باید صدای هموطنای خودمون رو تو ایران که نمیتونن به دنیا برسونن به جهان نشون بدیم که ما همه با هم هستیم اینجا. اجازه بدید بهتون گفته باشم که اینجا تظاهر کنندگان جمعیت بسیاری هستند و فقط برای احترام امروز سکوت اختیار کردن. مطمئنم شعارهای اونها رو در پایان گزارش خواهید شنید. آقای مصطفی شما چرا اینجا هستید؟ خدمتتون عرض کنم که با اعدام 5 نفر از هموطنان ما به دست رژیم جمهوری اسلامی هیچ راه دیگه ای نمونده که ما همبسته همینطور که امروز ایرانی ها با افکار مختلف گروه ها و گرایش های مختلف اینجا جمع شدن برای اعتراض به این وضعیت، برای اعتراض به این رژیم، برای اعتراض به این دستگاه قضایی و برای که با بگیم همبسته هستیم و از به طور سمبولیک در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حاضر شدیم که این رو ابراز بکنیم که ایرانیان خارج از کشور حامی ایرانیان داخل کشور هستند و ما نمیخوایم این صدا بخوابه و جنبش ما ادامه پیدا خواهد کرد تا استقرار دموکراسی در ایران. جوان دیگر اینجا هست که سنش کمتر از انقلابه، شما چه گفته‌ای دارید؟ والا ما امروز صبح که بیدار شدیم از خواب با این خبر تکون دهنده مواجه شدیم که فرزاد کمانگر کسی که ما خواب داشت کمپین بین‌المللی وجود داشت برای اینکه اعدامش رو کنند چرا خواهد هیچ سند اومده که این فرزاد رفت از مرده که هیچ سابقه چند نمونی داشته باشه و یک معلم خود که بارها از جرد زندان نامه نوشته بود با شاگرده خودش و با مردم خودش صحبت کرده بود و کمپینی برش وجود داشت به همراه 4 زندانی سیاسی گاز دیگه و خب این خبر خیلی تکون دهنده بود و از تصمیم گرفتیم که همه به صورت خودجوش بیان جلوی سفارت ایران و اعتراض رو به این در واقع وقاحتی که باعث میشه یه حکومت بتونه اینجوری بره بدون هیچ خبری به ما وکیل متهمین و بدون هیچ تماسی با خانواده‌اش اینها رو اعدام کنه نمیتونه. آقای کنگرون شد میدونم و هم هست صدا رو به عهده حاضران اینجا میگذارم که میدونید فقط به احترام تظاهر کنند به احترام هموطنانشون سکوت اختیار کردید. اگر پیامی دارید دارم.